اهواز مرکز استان خوزستان از نفتخیزترین مناطق کشور است که با گذشت بیش از 33 سال از پایان جنگ ایران و عراق همچنان درگیر مشکلات بسیار است. کوته عبدالله در جنوب بخش خاوران شهر اهواز که امروزه با نام شهرستان کارون هم شناخته می شود، شامل 20 روستا و شهرک متصل و منفصل از هم است. این ناحیه از ورودی اهواز که قریب به اتفاق اهالی آن زیر خط فقر زندگی می کنند، مدت هاست که از آب گرفتگی معابر و گرفتگی فاضلاب شهری رنج می برند. نگاه آب اینا، تا اینجا بود، یعنی خونه هم بالا از هم. آب مشخصه، ببین چی شده، یعنی انگوش هم میره داخل، انگوش میره داخل. این وسیلاش هم ریخته بیرون، این بار کرد دیگه، رفت از این. نه مشخصه، آب تا اینجا بود. گفتن 10 میلیون بلا عوض 3 میلیون نگرفتیم اصلا. الان 10 میلیون بلا عوض به ما دادن، فقط یا بخاری این کی نفتیه، نفتی بخاری نفتی مثلا من 30 سال ما رو برگشتوندن نفتی که کجاست کی بابا، اینا نفله شدن، ساختماناشون نفله شد. حالا ما چیزی نمیخوام، فقط بیا اینا فاضلا بود درست میگم بابا، شهرداری نداریم، شهرداری داریم، فقط بلدن میدوزن، فقط بلدن میدوزن. فقط بعد بعید علیکی هیچ چیزی جبران نشده، فقط دوز. شبکه بهداشت این منطقه این هشدار جدی را داده است که با سرریز شدن فاضلاب به خانه های مردم و ماندگاری پساب های آلوده و تل زباله های اطراف منازل، امکان شیوع بیماری های ویروسی و عفونی بسیار زیاد است. بلای سخفل گفتون این رو چه شبکه ها شبه میفته خاطر خدا سر شد تراتاش همه چیزاش نگاه کن، افتضاح بخور، هیچ چیزی گیر اون نمی، هیچ. حتی سر کار بودم از کارم هم اخراج کردم، این نامش اینجا نام شرکت میگه الا بلند مشکل بیاد، بلند مشکل خروب بود، چهار تا خونه بازیش کرد، هر چی بهش گفتم میگه فردا میام تالار نمیام. مسئولان سالهاست که وعده میدهند مشکل فاضلاب شهری اهواز را حل خواهند کرد، اما بیشتر قولها و وعده های داده شده فقط در حد حرف باقی مانده است. ما فقط در اهواز و شهرهای اطرافش اونجا مشکل اصلی مشکل فاضلابه. متاسفانه اونجا ساختار زیرساختی فاضلاب مناسب نیست. من قبلا خدمت مقام معظم رهبری گزارشی در این خصوص دادم، ایشان هم دستور دادن به رئیس جمهور محترم و دولت که تامین اعتبار مناسبی بشه که این امر حتما باید رفع مشکل بشه. خب آقای رئیس جمهور هم دستور دادن به سازمان برنامه، امیدوارم انشالله امسال در قالب بودجه یا خارج از بودجه این رقم دیده بشه و مشکل مردم اهواز و شرایط اطراف رفع بشه. علاوه الان ما مشکل خاصی اونجا نداریم، چون امکانات و بر حال وسایل رو از تهران و جای دیگه اونجا ارسال کردیم. چی رو مخواد بده مثلا؟ 3 میلیون تومان داده؟ الان اینا هم که نگرفتن، هیچ کی نگرفت. نگاه این 3 میلیون مثلا مخواد چی کار بکنه؟ پول اسبنا بده، مخواد پول مزارع بده، پول نمیدونم خسارت بده. یک کمد دیواری الان مخوای بزنی که جنس شیش به در نمیخوره، حداقل 5 6 میلیون تومان خرج داره. خب؟ مثلا با این 3 میلیون تومان مخواد چی کار بکنه؟ پیش کی شکایت کنم؟ همه هر که میان نگاه میکنن، فیلم میگیرن و میذارن و میرن. این غالی ها اولای به یه هفته تو آب بوندن، اینا غالی ها فیسیده شدن. بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد و سهم اهواز در این مدت بیکاری، سیل، آب فاضلاب و وعده های الکی بوده است. اولم گفتم که تا گفتم ایشد که رژیم و دولت و اینها، مردم تو ذهنشون همون رژیم سابق و همون دولت‌های سابق میاد که در تهران نشسته بودند و تحمیل می‌کردند به همه قشای ایران، زور می‌گفتند و اونها را محروم می‌کردند و تمام ذخایرشون را به دیگران می‌دادند و در خوزستان مردم گرسنگی می‌خوردند و نفت زیر پاشون برای خارج صادر می شود. اینا اگر حکومت اسلامی را ببینند و بدانند که چه خواهیم کرد و چه میل داریم انجام بدیم، اون روزی که
حکومت اسلامی پیدا بشه تمام این قشرهایی که هستن این مسائل از پیششون دیگه تر نمیشه.